کفش های فرشید یا سندریلا نویسنده اسما آمره نگارگر حنا تاها طبق برگردان به فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده کاوه آهنگر مادر فرشید از او خواست که زودتر به خواب رود اما صدای تیک تاک ساعت سرمیزی فرشید را دیوانه ساخته بود به ویژه سانیه آن چرا سانیه ساعت نمی تواند کار خود را مانند دیگر اجزای ساعت با خاموشی انجام بدهد چی فکر می کنید فرشید حالا در مورد چی فکر می کند فرشید می خواست ساعت را خاموش کند تا بتواند به آرامی خواب شود اما سانیگرد برنامه دیگری برای فرشید داشت او میخواست درسی درس به او بدهد او نه چی اتفاق افتاد آیا این یک رویا است سانیگرد فرشید را به شدت به طرف خود کشید آیا سانیگرد دیوانه شده است او فرشید را میخواد برو باید روم سانیاگرد با فرشید گفت من تو را دزدی می کنم تا به تو درس بدهم که سانیاگرد چقدر اهمیت دارد فرشید میدانست که به حرم سنگی مصری نگاه می کند حرم سنگی درست مانند همان بود که فرشید تصاویر آنها را در کتاب تاریخ دیده بود سرانجام سانیاگرد به گپ زدن آغاز کرد این یک ساعت آفتابی است اولین ساعتی که انسانها درست کردند این ساعت آفتابی متعلق به فراند آمان به اول است و مصریان باستان نخستین مردمی بودند که این ساعت را از سخره درست کردند. پس از لحظات ناگهان مردان مسلح با نیزه های دراز آنها را معاصره کردند. درست یک ثانیه قبل از این کانها بتوانند فرشید و ثانیه گرد را با نیزه های خود بزنند، ثانیه گرد دست فرشید را گرفت و از آنجا فرار کردند. آنها پس از این کجا خواهند رفت؟ روم ناگهان فرشید خود را در داخل یک اتاق تاریک یافت سانیاگرد گفت ببین آیا این یک ساعت شمی نیست؟ ساعت شمی ساعت نیست که در یک شم به مسافت های مشخص یک, یک, دندانه می گذارند بگونه ای که فاصله بین سوختن هر دانه بیز دقیقه را در بر بگیرد و اما ناگهان زمین لرزید زلزله شده بود زانوان فرشید میلرزیدن یک شگاف بزرگ در زمین پیدا شده بود شگاف بزرگتر و بزرگتر شده میرفت و نزدیک بود که آنها را در خود فرو ببرد فرشید و سانیگرد حالت بدی داشتند. درست یک سانیه قبل از این که آنها به درون شگاف عمیق زمین بیفتند سانیگرد دست فرشید را گرفت آنها این بار کجا خواهند رفت روم سانیگرد گفت این اولین ساعت هایدرولیکی است که به وسیله سیما و چرخ کار می کند. ناگان فرشید متوجه شد که میله بزرگ ساعت به طرف آنها در حال حرکت است. درست یک ثانیه قبل از این که میله به فرشید ثابت کند، سانیگرد دوست خود فرشید را کش کرد و ران داد. روم. اما سانیگرد گفت حالا ما در داخل ساعت بزرگ ملکه الیزابت و یا ساعت معروف بیگ هستیم. فرشید چرخ با خوشحالی از یک چرخ به چرخ دیگر ساعت بزرگ خیز می زد که ناگهان بند بوتو در میان دو چرخ گیر کرد و فرشید هرقدر تلاش برای رها رحا کردن آن کرد نتیجه نداشت فرشید نمی توانست از جای خود تکان بخورد که ناگهان در یک چشم به هم زدن آنها صدای آونگ بزرگ ساعت را شنیدند که از جای خود کنده شد و به طرف آنها در حال سقوط بود آونگ مستقیم به طرف آنها سقوط میکرد فرشید فقط چند ثانیه با برخورد با آونگ بزرگ ساعت فاصله داشت. صدای بلند تیک تاک ساعت به گوش می رسید. گرد فریاد زد. عجله کن فرشید. کفشت را از پا بکش. ما وقت نداریم. درست یک ثانیه قبل از این که آونگ غول پیکر ساعت به فرشید برخورد کند. ثانیگرد فرشید را به طرف خود کشید و او را نجات داد. روم فرشید گفت ما با برخورد با آونگ غولپیکر فقط یک ثانیه وقت داشتیم پس از گفتن این جمله ناگهان فرشید به اهمیت ثانیه پی برد آنگاه به ثانیه گرد لبخند زد گفت بیا بیا که حالا تو را دوباره به آمان جایی که با آن تعلق داری برگردانم پس از اینکه فرشید ثانیه گرد را به محل اصلیش جابجا کرد به خاطر آورد که به مادر خود در مورد گم شدن کفش چی بگوید سانیه گرد به سوی فرشید چشمک زد و گفت شاید کفش تو در امان محله باشد که جراب ها در آنجا گم می شوند. آنگاه فرشید صدای مادر خود را شنید که او را صدا می زد. آیا مادر متوجه گردیده بود که کفش فرشید گم شده است؟ آیا مادر صدای فرشید را شنیده بود که با دوست خود صحبت می کرد؟ مادر فرشید را صدا کرده بود تا با او خبر تازه ای را که در تلویزیون پخش شده بود بگوید. پارلمان بریتانیا اعلان کرده بود که برای نخستین بار در طی 158 سال گذشته ساعت بینگ بنگ شده است رنگ از رخ فرشید پرید و دعا میکرد تا آنها کفش گم فرشید را پیدا نکنند چون اگر آنها کفش را بیابند حتما جستجو برای پیدا کردن پسر کان کفش به پایش جور بیاید آغاز خواهد شد و آنگاه راز گم شدن کفش فرشید درست مانند قصه سندریلا مشهور خواهد شد سطح خانش این کتاب سه است و برای کودکانی در نظر گرفته شده است که میتوانند مستقلانه بخوانند. برای دستیابی به منابع باز آموزشی و کتاب های قصه برای کودکان به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید. نویسنده اسما عمره نگارگر حنا تها طبق برگردان به فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده دا کاوه آهنگر